سلام دوستان، ابراهیم صالحی هستم با یه ویدیو دیگه از مجموع ویدیوهای آموزشی جاوا اسکریپت در خدمت شما عزیزان هستم. خب در این ویدیو در خصوص کوئری سلکتور و کوئری سلکتور آل می‌خوایم با هم یک صحبتی داشته باشیم. خب ببینید، کوئری سلکتور و کوئری سلکتور آل همونطور که از اسمشون مشخصه میتونن در واقع حالا بر اساس یه سری شرایطی دنبال یا فایند کنن یه سری تگ هایی رو که در واقع یه جوری کوئری میزنن، حالا اصطلاحا گفته میشه. خب اگر فرض کنید مثلا من یک UL تعریف کنم اینجا و اینجا یه سری LI هایی رو ایجاد بکنم به این صورت و داخل اینجا مثلا یه سری چیزهایی رو می نویسم 3 4 و این هم 5 به این شکل. خب اینجا پس یه سری تگ ما داریم. اگر فرض کنید من بیام و به یکی از اینها آیدی بدم، مثلا میگم که آیدی اینو میدم فرض کنید که li-1 مثلا li-1 به عنوان آیدی بهش میدم، یا اینکه مثلا میام اینجا این قسمت در واقع یک آیتمی رو تعریف میکنم به این شکل که بخوام به این استایل بدم، مثلا میگم که ویدش رو بذار مثلا 100 پیکسل، هایتش رو بذار 100 پیکسل مثلا، یا کالر بذار رد و بک‌گراند کالر رو بذار مثلا لایت کرال مثلا به عنوان مثال. خب حالا اگر که یکی از آیتم های دیگر رو من بیام و بهش کلاس اختصاص بدم، بخوام بهش در واقع استایل بدم، میام و روی کلاسش در واقع آیتم رو ست میکنم که میبینید به این صورت میشه. خب اجازه بدید من این استایل اینو مثلا بکنمش بلو کالرش. خب پس به این شکل میشه به این صورت. و حالا این کلاس رو میتونیم مثلا روی یک آیتم دیگه هم ست بکنیم، مثلا این آیتم 4 مثلا به این شکل. خب حالا اگر من بخوام به عناصر اینها پیدا در واقع دسترسی پیدا کنم چندین راه دارم. یکی از راه ها اینه که بیام از روش document.query سلکتور استفاده بکنم به این شکل، کوئری سلکتور بیام و در واقع آیدی شو بدم، مثلا میگم li1 به این شکل، اینجا میشه li1 و این رو به عنوان یک کانس در نظر میگیرم، مثلا میگم که li1 مثلا. خب اگر که این رو من لاگ بکنم li1 رو اینجا میتونیم توی در واقع به این صورت دسترسی پیدا کنم. کوئری سلکتور با در واقع این علامت شارپ یه جورایی مثل get document by id در واقع عمل میکنه. خب حالا اگر من بخوام فرض بفرمایید بیام و از همین کوئری سلکتور document dot کوئری سلکتور فرض کنید یکی حالا آیتمی رو برگردونه که یک کلاس خاصی باشه، باید بزنم دات مثلا اون کلاس رو که توی این استایل تعریف شده تحت عنوان آیتم به این شکل بزنم. و خب اگر میتونم این رو هم مثلا اسمشو بذارم li، چون من این رو روی li ها قرار دادم اسم این رو میذارم li. و خب اگر اینجا بگم این رو چاپ بکن کنسول لاگ بکن li، ببینیم چی برای ما میاره. یکی از li ها رو داره میاره، یعنی در واقع اولین li رو برای من میاره. خب یه دستور دیگه داریم تحت عنوان query selector all به این صورت. اگر من بزنم query selector all دو تا آیتم من
دارم که استایلش متفاوته و استایلش یا در واقع کلاسش شده آیتم، پس همون دوتا رو به من برمیگردونه. در واقع یک نود لیست رو به من برمیگردونه که این بالایی هست و این هم پایینی، یعنی این بالایی و این پایینی رو به عنوان در واقع نود لیست به من برمیگردونه با استفاده از کوئری سلکتور آل. خب پس نتیجه‌ای که تا اینجا میگیریم این هست که اگر من اینو به کوئری سلکتور تبدیل کنم، اولین آیتم رو برمیگردونه به من که در واقع این کلاس روش ست شده، بنابراین فقط یک المنت به من برمیگرده. ولی اگر آل رو بزنم، یک لیست رو به من برمیگردونه که این لیست در واقع به صورت یک نود لیست هست، یعنی در واقع یک کالکشن هست. به صورت یک کالکشن من میتونم این رو بازیابی بکنم. اگر بخوام مثلا دنبال چیزهای دیگه بگردم، مثلا یک تگ خاصی بگردم، مثلا من یه دونه li all مثلا بسازم و بگم که document.query selector مثلا selector all مثلا کلیه li ها، من باید به این صورت بزنم، یه دونه li که بزنم و این li all رو اینجا بزنم، ببینیم نودم میشه 5 تا، یعنی همه در واقع نود ها رو شما اینجا ببینید هایلایت میکنه، داره به من برمیگردونه. اوکی، یعنی کل این کالکشن رو به من برمیگردونه، در واقع یک نود لیستی به من برمیگردونه به طول 5 به این شکل، و این میشه li all. پس به این صورت اگر من اسم اون در واقع المنت رو بزنم، همه رو برام برمیگردونه تو سلکتور آل، و دات بزنم به این شکل. و حالا اگر فرض کنید من یه دونه li1 دیگه، li1 مثلا فرض کنید by سلکتور آل مثلا فرض کنید اینجا بسازم، یه متغیری به این صورت، و بیام بگم query سلکتور آل به این شکل، این به این، و اینو بیام چاپش بکنم، ببینیم چه اتفاق میفته. دوباره یه نود لیست به من برمیگردونه. وقتی نود لیست برمیگردونه، یعنی در واقع فرقش این هست که اگر من کوئری سلکتور بزنم یک المنت به من برمیگردونه، و اگر کوئری سلکتور آل بزنم یک کالکشن به من برمیگردونه که من باید حتما با استفاده از اری ها به این دسترسی پیدا کنم. بنابراین من نیاز هست که اینجا به این صورت مثلا صفر بزنم اینجا و عنصر در واقع اولشو به هم برگردونه به این شکل. پس به این شکل من میتونم به این عنصر دسترسی پیدا بکنم با استفاده از کوئری سلکتور. خب یک مقدار در واقع موارد دیگه ده. مثلا فرض کنید اگر من بیام و اینجا داخل این قسمت یه دونه تگ پی بسازم و این تگ بگم که this is a list، یه لیستی مثلا اینجا میام تعریف میکنم، و اگر من بیام یه اتریبیوت به این در واقع پی، تگ پی بدم، مثلا بیام تایتلش رو قرار بدم تایتل آف مثلا لیست بذارم، ببینید وقتی که من میام رو صفحه روی این در واقع تگ میام، میبینید که به صورت تول تیپ مانند نشون داده میشه وقتی تایتل رو عنوانی بهش میدم به عنوان مثال. خب حالا اگر من بخوام این در واقع المنت هایی رو پیدا بکنم که یک تایتل خاصی داشته باشن، فرض کنید من اینو میگم، حالا اسم اینو میذارم تایتل که یکم کوچیک‌تر بشه تکستش، من میتونم این تکست رو با استفاده از کوئری سلکتور آل مثلا یا کوئری سلکتور سرچ بکنم. به چه شکل؟ من اینجا میتونم یه متغیری بگیرم، مثلا بگم که پی تگ مثلا بای تایتل، اسم اینو بذارم این، و بیام بگم که داکیومنت دات کوئری سلکتور آل میگیریم، چون که فرض میکنیم وقتی که در واقع بخوایم ممکن هست که تعداد زیادی از اینها رو داشته باشیم. من کافیه که این رو به این صورت بنویسم، یعنی یه دونه براکت باز و یه دونه براکت بسته ایجاد کنم و اون تگ رو در واقع اون اتریبیوت رو داخلش قرار بدم که این تایتل هست مساوی با تایتل مثلا. حالا اگر مثلا فرض کنید من اینجا مای لیست داشتم، ببینیم چه اتفاق میفته. اگر من
توی کوئری سلکتور آل باشم، من زدم اینجا اونی که تایتل، خب طبیعتا داره چیکار میکنه؟ همچنان داره حال، البته این کوئری سلکتور آل، ببخشید من اینجا این رو بذارم تگ بای تایتل، میبینیم که یک لیست در واقع خالی به من میده. ولی اگر که من بیام اینجا دقیقا همین تکسی که اینجا شما میبینید، مثلا این مای لیست رو شما اینجا میبینید، اینجا بزنم، ببینید چه اتفاقی میفته. اینجا میزنم مای لیست، وقتی اینجا مای لیست رو میزنم، این تگ رو میبینید که میتونه پیدا بکنه. دقیقا حتما باید تایتلمون همون تایتلی باشه که داریم در واقع دنبالش میگن. پس اگر خواستیم مثلا یک اتریبیوت رو پیدا بکنیم، کافیه یک براکت بزنیم اینجا به این صورت باز و بسته، و داخل اینجا اون اتریبیوت مورد نظر رو بزنیم. مثلا فرض کنید من میام اینجا میگم که، حالا فرض کنید که فایند کن کلاس رو که مساوی با نیم باشه، بنابراین من میام اینجا به این شکل و کلاس رو فایند میکنم، میبینیم که دو تا لیست داره در واقع به من برمیگردونه به این شکل. پس خیلی راحت میتونیم این رو پیدا بکنیم. یا اینکه فرض بفرمایید من میتونم با استفاده از کوئری سلکتور آل یک سری در واقع داخل اینجا یه سری کوئری های خاصی که به فرمت تعریفی خودش هست تعریف کنم. مثلا فرض کنید من میام میگم که اگر بیام به این صورت بنویسم، بگم که document.querySelectorAll، کوئری سلکتور آل رو برگردون، که خب من میخوام کلیه LI ها رو اگر بگم برگردون، خب همه LI ها رو به من اینجا داره برمیگردون. تو کوئری سلکتور آل 5 تا در واقع یک کالکشنی به طول 5 که میاد همه اینها رو به من برمیگردون. و حالا اگر من بهش بگم که بیا و NTH رو برگردون، که خب اینجا داره به من ارور میده، هنوز اینو نمیشناسه این چیه. اگر ما توی در واقع لیست ارورش بیایم میگه اصلا اینو من نمیدونم چیه، ولی این با کلمات دیگه ای قابل در واقع فهم هست برای این در واقع کوئری سلکتور. مثلا من میام به این صورت میگم، میگم که حالا اجازه بدید نمبر، آها بله نه این باید باشه even، مثلا به این شکل. اگر اینو به این صورت بنویسیم ببینید چیا رو داره الان این برمیگردونه. ببینید اول دومی داره برمیگردونه و چهارمی داره برمیگردونه، یعنی زوج ها رو برگردونه. و اگر بگم odd اینجا عوض کن، ببینیم که تعداد سه عدد برمیگردونه، که میشه اولی برمیگردونه، سومی برمیگردونه، و حالا بیشتر از اینم که نداریم، اولی و سومی و پنجمی هم خب حالا طبیعتاً باید برگردون اینجا به این صورت. پس اینجا میشه پنجمی، اینجا میشه سومی، و اینجا میشه در واقع اولی. پس به این صورت یه سری در واقع کوئری هایی میتونیم بنویسیم که بتونیم به اون المنت های دام دسترسی پیدا بکنیم با استفاده از کوئری سلکتور آل، که خب جایگزین خیلی خوبی هست. و در واقع با استفاده از کوئری سلکتور و کوئری سلکتور آل ما کلیه فعالیت های قبلی که مثل داکیومنت گت المنت بای آی دی، داکیومنت get elements by tag name، document get elements by class name، اینها رو میتونیم در واقع با استفاده از کوئری سلکتور و کوئری سلکتور آل پیاده بکنیم به این شکل. خب امیدوارم که این ویدیو برای شما از اون مفید واقع شده باشه. اگر دوست داشتید این ویدیو رو لایک بکنید و یا اینکه با دوستان خودتون به اشتراک بگذارید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.